مشروع خبرها، فعالین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در فلات بلخ اعلامیه اخیر قماندان قلردوی 209 شاهین در واکنش به انتقاد معاون اول ریاست جمهوری را تقبیح کردند. آنان با راه اندازی نشست اعتراضی و با صدور قطعنامه از ناتوانی های شخص قماندان قلردو در زمینه تامین امنیت ولایت های شمالی سخت انتقاد کرده، میگویند که معاون نخست رئیس جمهوری صلاحیت انتقاد از مامورین نظامی را دارد و اما اعلامیه قماندان قلردو یک عمل مغایر با قانون است. آنان با تاکید بر برطرفی فرمانده قلردوی 209 شاهین هشدار میدهند که اگر به خواست هایشان پاسخ داده نشود دست به اعتراضات گسترده مدنی خواهند زد. فعالین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در ولایت بلخ، بزرگان از روی رهبری شورای ولایتی بلخ جنبش جوانان و زنان، در یک نشست اعتراضی از نشر اعلامیه توسط فرمانده قلردوی 209 شاهین در برابر اظهارات و انتقاد معاون اول ریاست جمهوری را نکوش کردند. آنان این اقدام فرمانده قلردوی 209 شاهین را یک اقدام غیر مسئولانه و مغایر با قانون دانسته، بی حرمتی در برابر معاون اول ریاست جمهوری را بی حرمتی در برابر میلیون ها انسان در افغانستان می دانند. هر گونه بی احترامی و بی حرمتی را در مقابل محترم الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رهبر بی بدیل حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، به احترامی در مقابل کافه ملت مسلمان کشور، خصوصا در مقابل توده های میلیونی فعالین و هواداران حزب جنبش ملی اسلامی پنداشته و آن را به شدیدترین لحن تقبیح نموده. ما از حکومت مرکزی خود خواستار عزیز هستیم هرچی عاجلتر قماندان قلردوی شاهین برکنار بسازن، عوضشان یک کسی باشه که کارکشته بر مردم خود خدمتگار واقعی باشن که از این بدبختی و بیچارگی صفحات شمال از این مظلومیت خلاص شوند، از امنیتی خلاص شوند. اشتراک کنندگان این نشست اعتراضی میگویند که انتخاب افراد و اشخاص در بخش‌های کلیدی بر اساس شایسته سالاری نه، بلکه بر اساس سلیقه‌ای صورت میگیرد که نتیجه زیانبار در میان مردم دارد. برخی از افرادی که در راست نیروهای امنیتی دولتی قرار گرفته اند متاسفانه به اساس لیاقت شایستگی نه بلکه بیشتر به اساس زدبندهای سیاسی سلیقه‌ای گماشته شده اند که بدبختانه نتیجه زیانبار آن را مردم بیگناه و بیدفاع کشور تجربه می کنند. ما برای رهبر حکومت وحدت ملی رای دادیم و امیدوار بودیم که آنها صلح امنیت را در کشور تامین می نماید، اما بدبختانه آن صلح و امنیت نسبی را که قبلا داشتیم نیز از ما گرفتند. محکمه تمیز یا محکمه نهایی طالبان در اونجا قرار دارد که هزاران روز هزاران تن در اونجا محکمه میشه و حکم صادر میشه و مهمترین موضوع نگران مردم شمالی است که قماندانی قلردوی 209 شاهین امروز مهمانخانه شخصی شخص جناب قماندان شده. اشخاص و افراد به طور متواتر در اونجا میرن و در پشت پرده ها تصمیمات بر علیه ملت و اقوام دیگر گرفته میشود. او محکوم ده، همه حالت که محکوم، روزی که قماندان قلردو بولبت شارای مزار شریف ایلا پاریاب مسدود ده، روزی که به وظیفه کلیب وظیفه اشغال قیگن بزرانه بیترین قهرمان لربز شاید بولاده، بیترین سربازلارن قلدن برابز بروز هیچ جوان هیچ ملت من قابل قابل قلمیده و خصوصا معاون نخست کشور من خواهلیده برکنار بولسه حکومت مرکزیدن هم جدی خواهش خلابز که هر چاجل من وظیفه سگه پایان برب اونه جزاست باید تعیین بولسه. آنان با تاکید به برکناری زود هنگام احمدزی قماندان قلردوی 209 شاهین هشدار می‌دهند که اگر حکومت وی را برطرف و یا به پنجه قانون نسپارد مردم دست به اعتراضات مدنی گسترده خواهند زد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان جدا تقاضا می‌نماییم که قماندان قلردوی 209 شاهین را از وظیفه اش سبکدوش و نسبت به احترامی در مقابل معاون اول
اول ریاست جمهوری مراجعه عدلی و قضایی معرفی نمایند تا مطابق قانون مورد مجازات قرار گیرد. تو بیکار هستی، ما تو را نمیخواهیم. قماندان قول اردوی شاهین، تو بر علاوه از اینکه خدمت نکردی خیانت کرده ششتی. ملت ما به صلح نیاز داره، به آرامی نیاز داره، به امنیت نیاز داره. تو همه روزه با وجود از اینکه مسئول امنیت هستی، بی امنیتی را به این ملک ارمغان به ارمغان آورده ششتی. ما تو را نمیخواهیم. ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان ایت مندرمون همه ملت و مردم ایدب ترک بلدرش و خواهان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان حزب ملیونی افغانستان ایدب تلرمونه منن بز قران بز رهبرمز بار الحاج استرجنرال عبدالرشید دوستم افغانستاندن بخاطر ملت مردم چین نام جفاکالق نام خدمتلار ایت مندر قایسی صورت نوازه بخاطر وطن و ملت مردم چین همیشه بل گیجه اونده زحمت اتدلر. دولت اسلامی افغانستانن بزله خاق لیمز که قماندان قلوردوی دوستاد شاهینده برکنار قلب و پنجه قانونگه بیرسن له. اگر برمیده بزله تظاهرات گسترده قلب تمام چارالاده بغلب هواداران حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و هواداران رهبر صاحب معظم مونه بزله قوی میمز انشالله یقین وقت که بزله خواهشمز دولتن شو که مونه السلام علیکم معرفه قلب. ضعف مدیریتی در تامین امنیت ولایت‌های شمالی، افزایش تهدیدات امنیتی در مسیر شاهراها و بروز مشکلات روز افزون بالای تاجران ملی از دیگر مواردی است که به قول اشتراک کنندگان این نشست پس از تعیین فرمانده قلوردو در این مناطق بیشتر شده است.